درود بر سرورم یزدگرد. درود بر تو باد ای رستم فرخزاد. تو را چه می شود که بدین جا آمده ای؟ سرورم، سپاهیان عرب از مرزها گذشتند و بدین سوی می آیند. ما آنچه در توان داشتیم در نبرد با آنان به کار بستیم، لیک آنان را هیچ حراسی از مرگ نیست. پهلوانان ایران را چه می شود که از سپاه عرب می گریزند؟ آنان چنان دلیران شمشیر می زنند که پیلان سپاه ایران نیز از برابرشان می گریزند. بروید و سربازان را سیم و زر دهید و اگر نماندند آنان را با زنجیر به هم بدوزید تا توان گریختن از کف داده و در میدان بمانند. من تلاش خیش خواهم کرد، لیک شما باید تنپوش شاهی از تن بیرون کرده و با تنپوشی که در دست من است از اینجا بگریزید. پس تو نیز امید خیش برباد دیده ای که چنین زار و نزار مرا به گریختن می خوانی؟ آنان مردم را به آیین اسلام می خوانند و مردمان نیز دل به آیینشان سپردند. من تاج تخت کیانی رها کرده و بگریزم، آیا چاره دیگر نیست؟ چرا، چاره دیگر هست و آن این که شما از آیین خود دست شسته و به آیین اسلام درآیید. هرگز چنین نخواهم کرد و بر آیین خویش میمانم. تاج و تخت رها کرده و گریختن بهتر است تا آیین پدران خویش برباد دادن. آیین اسلام بر مردمان پاره‌پوش شایسته است، نه بر شاهان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا اله الا الله محمد رسول الله. از اینجا خود به تنهایی روید. شما را به یزدان پاک می سپارم. امیدان که روزی بازگرد. ای فرخزاد، تو نیز همراه من بیا. این راه بس تاریک و دهشتناک است. من می مانم، شاید چاره‌ای به کار گیرم. چون از این راه بگذرید به میان جنگل درآیید. آنجا کسی با شما همراه می گردد. تو کیستی و در اینجا چه میکنی؟ سرورم، من شما را میشناسم و از فرخزاد دستور دارم که اسب و خوراکتان دهم. اکنون به تاخت از اینجا دور شوید که تازیان در راهند. ای سرباز، از تو سپاسگزارم. بدان که چون بازگردم تو را نشان دلیری خواهم داد. در را باز کنید. در را باز کنید. درود بر شما.
بازرگانی هستم در راه مانده که همراهان خیش گم کرده. از ما چه میخواهید و به دنبال چه هستید؟ بگویید تا بدانم آنچه را که میخواهید در توانمان هست؟ آری، امشب را پناهم دهید که جان از باران و سرما بدر برم. صبحگاه فردا خواهم رفت، مزد آن را نیز خواهم داد. پدر، سخنان این مرد را شنیدی؟ آیا او را در آسیا به میهمانی پذیرا شویم؟ پدر، با شما هستم. چه پاسخی او را باید داد؟ آیا وارد شود یا به جای دیگر رود؟ بگذار وارد شود، لیک بداند که ما در اینجا چیزی برای پذیراییش نداریم. می توانید وارد شد. درود بر شما، کلبه آسیابان در خور شما نیست، لیک جان پناهی است تا از گزند باد و باران و درندگان دشت در امان بوده و شب را به صبح رسانید. ای آسیابان، از شما سپاسگزارم. سر رویتان خیز گشته و پیداست که راه درازی آمده اید. آری، از ترس دزدان و راه زنان از بیراه آمده و کوه و جنگل را در پشت سر نهاده. اینجا در امان هستید و گزندی شما را نخواهد رسید. اینجا برایتان تازگی دارد. گویا تا کنون درون آسیاب نرفته اید و آن را ندیده اید. شما در این دخمه تاریک چگونه روز و شب را به سر میبرید؟ آیا اینجا خانه شما نیز هست؟ اگر چنین است، به راستی که زندگی در آن به دشواری میگذرانید. ما به زور بازوی خیش نان میخوریم. اکنون تکه اینان و کاسه شیر در اینجا هست که چون نوش جان کنید میتوانید گرسنگی فرو نشانده و امشب را بیارامید. چون این خواهم کرد. آیا شما را خوراک همین است و یا من نگون بختم که دیر بدینجا رسیدم؟ در سرزمینی که بیدادگران بر آن پادشاهی میکنند، مردمان را همین خوراک نیز از سر زیاد است. باشد تا تازیان تاج و تخت شاهی بستانند و از شما به آیین خیش گرسنگی فرو نشانند. من که آنان را ندیدم. مردمان میگویند که آیین آنان برابری و برادری است و شهریارانش چون مردمان زندگی میکنند. آنان به کردار نیک یک دیگر را برتری دهند. آیا تو نیز کیش خود را رها کرده به آیین آنان در آمده ای؟ تا کنون که آنان را ندیدم، لیک اگر بدین جا رسند و آیین خیش به نیکی روشن نمایند بر آن شوم. بهتر آن است که این سخن را بگذاریم و بیارامیم. من که بسیار خستم. شب تا پای شیرین ببینید و آسوده بخوابید. بسیار خسته و گرسنه بود. نمیدانم اون کیست و از کجا آمده. رفتارش به گونه تاجران نمیماند. من ترس را در چشمانش میبینم. اگر میشود خاموش باشید و در گوش یکدیگر پچ پچ نکنید و نیازمند آرامشم بگذارید بیارامم. باشد، سخن به پایان میبریم. شما نیز بیارامید که تا صبحگاه چیزی نمانده است. چون گوی زرین صبح نمایان گشت، مرا بیدار. باشد، چون این خواهم کرد. آسوده باشید. آیا می شود سخن گفت یا میهمان گرامیمان از خواب بیدار گردیده و رنجور می شود؟ چنان سخن می گفت که گویی ما بندگان او هستیم. آرام باش فرزندم، شاید او سخن تو را بشنود و از ما دل آزرده گردد. او میهمان ماست. او چگونه میهمانی است که اینگونه میزبان را سخن گفتن نکوهش می کند و جایگاه او را به چشم دخمه ای تاریک می بیند؟ آیا نباید به تلافی میهمان نوازی ما به نرمی سخن می گفت؟
آرام باش و به تندی سخن مگو. او را گناهی نیست، زیرا که بازرگانیست در راه مانده. شاید تا کنون آسیابانی ندیده که بداند آسیابانان روزگار چگونه به سر می‌کنند. این سخن از پیری چون شما بدور است. او چگونه بازرگانیست که جز اسب و لباس و زر چیز دیگری با خود ندارد؟ لیکن انگشتری بر دست اوست که به اندازه دارایی تمام بازرگانان این سرزمین می‌درخشد. آیا درخششان نگین خورشید وش را ندیده اید؟ یا دیده اید و هوش از سرتان بیرون کرده است؟ هرچه هست از آن اوست. این سخن شایسته نیست که چون انگشتری زیبا بر دست دارد او را نابکار بخوانیم. پدران خون مردمان ستم دیده ماست. آرام باش فرزندم، بهتر از بر آن چه میگویی نیک بیندیشی. ما که او را نمیشناسیم و از کردارش هیچ نمیدانیم. در را بگشایید. برخیز فرزندم و در را بگشایید. نه، دست نگه دارید. از چه باید چنین کنیم؟ بگذارید بروند. اینجا از آن من است یا تو؟ برخیز و در را بگشایید تا بدانیم کیستند. نه، در را نگشایید. آنان راه زنانند که در پی من آمده اند و زر و سیم من را می ستانند. آنان را هیچ گذشتی بر جان و دارایی دیگران نیست. درود بر شما. راه خیش گم کرده اید و در پی جان پناهی بدین جا آمده اید یا گرسنه‌اید و لقمه‌ای نان می‌خواهید. اگر راهزنید و هوای گرفتن زر و سیم دارید، زر و سیمی در میان نیست. تنها کوزه‌ای آب است و لقمه‌ای نان. سلام بر شما. آیا شما خداوند آسیابید؟ پدر، این سواران در پی خداوند این آسیاب آمدند. بدینجا درایید و پاسخ آنان گوید. اکنون خواهم آمد فرزندم، بگو بمانند. اندکی بمانید تا پدر آمده و پاسختان گوید. بیگمان آنان تازیانند که در پی من آمدند و نام و نشانم میجویند. اگر بدانند اینجا هستم مرا خواهند کشت. باید آنها را زر و سیم دهم. این آسیاب از آن من است و با آن روزگار خیش می گذرانم. از ما چه می خواهید؟ ای برادر، اسب خیش زیر باران بسته اید. چرا جانور بیچاره را پناهش نمی دهید؟ فراموش کرده ایم. از آنچه که یادآور شدید شما را سپاس می گویم. کوتاهی از من بود. بسیار سرگرم کار بودم، فراموش کرده بودم. شما وارد شوید تا من اسب را به جایگاهش برده تیمار کنم. از میهمان نوازی شما سپاسگزاریم. ما از سپاهیان اسلامیم و اکنون در پی شاه ایران یزدگرد میگردیم. او از چنگ ما گریخته و بدین سوی آمده است. هوشیار باشید و مبادا پناهش دهید. بدانید که هر کس ستمگران را یاری کند خود از ستمگران است. یزدگرد هم ستم بسیار بر مردمان روا داشته. او انگشتری با نگین سرخ‌خون بر دست داشته و تنها نشانش این است. اینک سرزمین شما روشنایی گرفته و بیداد و ستم از آن رخت بسته است. از این پس به برادری و نیکی روزگارتان خواهد گذشت. به اسلام درآیید و خدای یکتا را ستایش کنید. سخن شما بسیار پسندیده است و یزدگرد را باید سزای گران داد. به راستی که او ستمگر بود. همینک ما به راه خیش رفته و شما را به خدای یکتا می سپاریم. بروید، خداوند نگهدارتان باد. راستی که آیین اسلام آیین برادری و برابری است. یه
یزدگرد به این سوی آمده و انگشتری سرخون دارد. نگران نباش، آنان رفتن. اکنون بگو بدانم تو کیستی؟ آیا به راستی بازرگانی و راه خیش گم کرده ای و یا خود را به دروغ بازرگان گفته ای که تو را پناهت دهم؟ من که گفتم بازرگانی هستم و همراهان خیش را گم کردم. اکنون از جای خیش برخیز، با تو کاری دارم. ای پیر مرد مهربان، بگو تا بدانم آن کار چیست تا به انجامش رسانم. انگشتری را که بر دست داری بر من نمایان ساز، میخواهم آن را خوب بنگرم. کدام انگشتری را میگویید؟ هیچ انگشتری بر دست من نیست تا آن را بر شما نمایان سازم. میتوانید بنگرید؟ آن را کجا پنهان نموده ای؟ من خود به انگام خواب دیدم که بر انگشتت کرده بودی. بی گمان آن چه میگویید در خواب دیده اید. مرا انگشتری در دست نبوده و نیست. اگر بود آن را بیدرنگ نشان می‌دادم. باور کنید من انگشتری ندارم. بیهوده در پی آن می‌گردید. بهتر از فراموش کرده و به کار خود رسیدگی کنید. پس آن چیز که زیر پای خود پنهان نموده ای، پایت را از روی آن بردار. گویا تو آداب میهمانداری نمیدانی که این گونه با من رفتار میکنی. من آداب میهمانداری میدانم، لیک آداب دروغ را نمیدانم. تو با نیرنگ به میهمانی من آمدی. خاموش باش که سالیان دراز است کین و نفرت تو را در سینه دارم. قبایم را رها کن. اکنون بیدادگری تو را صدای گران خواهند داد. من تاوان آن به زراسیم خواهم داد. رهایم کن و بگذار بگریزم. تو بر مردمان بسیار ستم کرده ای. این زر و سیم را به کدام یک خواهی داد؟ تو را با دگر مردمان چکار؟ تاوان خود بستان و زین پس آسوده باش. گویا تو مرا نیز چون خود آزمند و زرپرست می داری. چون رها شدی دوباره بر مردمان بیداد می کنی. به زودی سپاهیان من بدین جا رسیده و مرا رها کرده با خود می برم. به آن بیندیش که بر تخت شاهی نشینم. پدر او را بکش و به ننگ پادشاهیش پایان ده. دست نگه دارید، مرا مکشید. من شاه این سرزمینم. از این کرده پشیمان میگردید. من تا کنون دست به خونی نیاورده بودم. فرجام تو نیز این بود تا جهان از ننگ نامت پاک گردانم و به روزگار پادشاهیت پایان دهم. ای آسیابان، تو مرا از زندگی در گریز و تنهایی رها کردی. اکنون سرنوشت من نیز به پایان رسید. تو از این کرده بر خود خورده این مگی؟ این آسیابان پیر ژنده پوش را با سرنوشت شاهان چکار؟ تاج تخت کیانی؟ Thank you.